بدم. بفرمایین حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. کجا میدونی؟ حال من چطوره؟ عالی. بله عالی. حال خندمونه تو خونه چطوره؟ عالی. خیلی خوشحالم که در خدمتتونیم. خیلی خوشحالم که در خدمت شماییم. یه خندمونه دیگه، یه پرقدرت. کمربنده رو ببندیم تا بگم چه خبره. دست چپ بالا. یک دو سه. ماشاءالله. خب همونجوری که در جریانین، پنجشنبه و جمعه ها از این به بعد تا پایان فصل دوم مسابقه کمدین هامونه که یک حذفی هم هست و با رأی شما کمدین هر گروه معلوم میشه، میره مرحله بالاتر تا همینجوری برسن به نفر اول و دوم و سوم. خب بهتون بگم که در 780 میرین و اونجا در گزینه خندوانه وارد میشین، در اونجا گزینه خنداننده برتر رو هم وارد میشین. اسامی دو کمدیانی که دارن مسابقه اون روز رو میدن رو میبینید، بعد از دیدن اجراشون رأی میدین صادقانه و با نظر خیلی خوب و منصفانه خودتون رأی میدین. تا آخر هفته بعد، یعنی تا هفته بعد فرصت رأی دادن و ما فرصت رأی گرفتن داریم و بعد دیگه معلوم میشه که کی میره بالا، کی حذف میشه، کی میره بالا. امروز هم دو کمدین دیگه‌مون قراره با هم دیگه رقابت بکنن و ایستاده با طنز یا هر اصطلاح دیگه همون استنداپ کمدی رو اجرا کنن، ببینیم کی میره بالا. ما هم تشویقشون میکنیم حسابی. خب شادی برنامه امشب تقدیم بکنیم به کی؟ به اونایی که ماشینا رو شارژ گاز کوله میکنن. خیلی هوا گرمه. آها به خاطر هوای گرم اونایی که ماشینا رو باز راست میگه، اونایی که اصولا در مصرف برق صرفه جویی میکنن خوبه. بریم به افتخار اونایی که در مصرف برق صرفه جویی میکنن. باری کله به اونا که در مصرف برق صرفه جویی میکنن. کیا در مصرف برق صرفه جویی میکنن؟ یعنی یه دن مصرف اونا که دستشون پایینه بغل دستی ها اونا رو بزنن. آره اینقدر بزنم اون بگه باشه دیگه صرفه جویی میکنم. چون روش های مختلفی وجود داره دیگه. الان تو این نوبتی که اینقدر ما گفتیم دیگه الان وقت اینجوری. کیا در مصرف آب صرفه جویی میکنن؟ به بغل دستیاتون دقت کنید. از روش قبلی استفاده میکنیم. خب کیا توی هفته گذشته کتاب خوندن؟ وای 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 وای. کیا توی مسابقه بخون و ببر، توی مسابقه کیا در جریانن که ما یک مسابقه کتاب خونی رو اندازی کردیم در خندوانه؟ کیا ثبت نام کردن؟ چرا اینقدر کم ثبت نام کردیم؟ میفرسته براتون. آره تازه است. خیلی خب و این که بخندیم، خودمونو گرم بکنیم. نفس دومی، سومی نگه میده. یک دو حالا. نفس برو، نفس برو، نفس حالا، نفس قرار. خیلی خوبه.
خیلی خوبه، خیلی هیجان انگیزه. اصلا این روزایی که مسابقه داریم دیگه من خیلی اینجوریام و میبینید که تعدادمون هم بیشتره و قراره که حسابی کیف بکنیم. حالشون خوبه؟ حالتون چطوره؟ جان؟ چه باشه با حالا؟ خیلی با حالا. حال احوال کردین به همه؟ بله بله، سلام کردم خدمتشون. خیلی خوش اومدید بچه‌ها. خیلی خوشحال شدیم دیدیم. مرسی. همه با هم بریم. مسابقه پیامکی. سوال اینه، اولین ایستگاه آتش نشانی ایران در کدام شهر ساخته شد و تأسیس شد؟ یک تهران، دو تبریز، سه رشت. پس یه بار دیگه، اولین ایستگاه آتش نشانی ایران در کدام شهر ساخته و تأسیس شد؟ یک تهران، دو تبریز، سه رشت. کیا میدونه؟ نگیم، کیا میدونه؟ به 3500 عدد جواب درست رو ارسال بکنید، عدد شهر درست رو. اگر تهران یک رو بفرستین، اگر تبریز دو رو بفرستین، اگر رشت سه رو بفرستین، به 3500 هر شب یک نفر طی قرعه کشی یک کارت هدیه 500,000 تومانی میگیره که اینم جزء میشه. لبخند هفته رو اعلام بکنیم. آقای شاه حسینی امکانات منو بیارین. خب یه دور با هم سریع مرور کنیم که مهمونای هفتمون کیا بودن. بریم بیاریم. آماده ای؟ بفرمایید. یک بچه براش میشونه. پنج یا ده؟ ده. همه میخوان بیشتر ببینن این لبخند رو. آتیش پاره. آماده ای؟ آماده؟ آتیش پاره. یک دو سه. ده. یک دو سه ها چهار سه دو یک شاید نیست بچر خود لبخندت هم بزن. حمید خان لبخند پنج سه ده ثانیه‌ای لبخند بزن. لبخند ده ثانیه ایتونو بزنید، امتیاز از تماشاچی در منزل بگیرید، بعد گفتمون ادامه بدید. آماده این برشون بشمید. یک دو سه ده دو آ
آفرین و دم همه مهمونامون گرم و بسیار بسیار ممنونم که قدم سر چشمن گذاشتن اومدن و لحظات قشنگی رو برای ما ایجاد کردن و هممون کیف کردیم. خب میخوام اعلام بکنم صاحب بهتر لبخند هفته از نگاه شما رو. از نگاه شما خندوانی عزیز برنده تندیس طلای بهترین لبخند هفته تعلق میگیرد به جناب آقای مهدی آتش. همه مهمونامون بازم تشکر میکنم و به برندمونم تبریک میگم که تندیس طلای بهترین لبخند هفته از نگاه شما خندوانه عزیز رو به دست میگیرند. به علاوه این که ستاره 780 مربع هم هدیهش رو به همراه این تندیس تقدیم برنده میکنیم. مبارکشون باشه. عرض کنم خدمتون که دیگه میخواییم بریم به مسابقهمون برسیم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه دور با هم دیگه نگاه کنیم که در قرعه کشی گروهی که امروز میخوان مسابقه بدن کیا هستن و لحظه ای که اسمشون توسط جناب آقای اکبر عبدی عزیزمون از توی اون ظرف بیرون اومد ببینیم چه حالی داشتن، چه گفتن، چه لحظه‌ای شکل گرفته. همه با هم میریم میایم. یک، دو، سه. بریم. سرکار خانوم الیکا عبدالرزاقی. خیلی خیلی ممنونم. خیلی خوشحالم که اینو از دست شما میگیرم. خیلی خوشحالم که در این برنامه بازم شرکت کردم. نمیدونم چرا بازم شرکت کردم با این همه استرس و هیجان همیشگی و این الان پایین نشسته بودم. فکر میکنم یا همون اول منو صدا کنین بیام بالا تموم شه این التهابه. ولی خب بالاخره تموم شد. مرسی. مبارک. رامبو جان. رامبو جان. آها بگو. رامبو جان. این کار تقدیم میشه به سرکار خانم الیکا و برادران محترمش مانلی و بورژین.
و یه رسید به نام الیسا مبادا دورشین بیا بگو از خاطرات من الیو بورشین وقتی که دندا به داف و با حاله اگه به پکونه الیسای پای فیناله اگه به پکونه الیسای پای فیناله تقدیم به مانلی و بورجی همگوری خانم عبدالرزاقی دوست عزیز گلم بیژن برمشکا آقای بنفشه‌خواه عزیز آقای بنفشه‌خواه عزیز هم عموی آرتیست و پیشکسوتی داشت خدا رحمتشون کنه فوت کرد و بقای عمر پدر ایشون باشه آقای بنفشه‌خواه بزرگ هم پیشکسوت ماست یه جورایی همکار ماست از این طریق به ایشون هم تبریک میگیم به افتخارشون دست بزنیم چیزی میخوای بگی؟ نه میتونیم خیلی واقعا خوشحالم اینجا هستم مخصوصا در خدمت جناب آقای اکبر عبدی هستم و جناب آقای خمسه و بقیه بچه ها فقط افسوس میخورم جای 4-5 نفر خالیه از بچه های همکار همین دیگه خیلی خوشحالم بیرون با آقای عبدی سلفی گرفتم وای بنفشه خواه بنفشه خواه ای والا اینو باید جواب بدید بنفشه خواه بنفشه خواه ای والا خب و حالا دو کمدین گروه دوم رو میخوام با احترام دعوت بکنم که تشریف بیارن داخل استودیو و قرعه کشی این که کی اول استنداپ خودش رو شروع میکنه و نمایش خودش رو شروع میکنه رو انجام بدین همه آمادن؟ بله بابا پس با احترام کمدین الیکا عبدالرزاقی حالتون چه داره خانم؟ خیلی ممنون سلام سلام بله ما یه همچین آدم هایی هستیم یه همچین چیزایی داریم تو خودمون واقعا خیلی بله. ممنونم خب الان آماده و قبراقیم؟ بله استراب؟ استراب بله دنبال خانوما دارم میگردم خیلی زیاده خانوما حمایت کنن دستشون دست بالا هم خودشون نشون بدن خب ما امروز میتونیم تمومه؟ بله. درسته؟ بله خامی ها سرجاشونه؟ و کمدین بیژن بنفشه‌خواه چشمی داره؟ کیه؟ چشمی داره؟ اینجوری کاری قد شد یه اینجوری کن وست میشه؟ یه اینجوری میکنم وست شد یک دو برو من چی؟ نه فقط با من کار میکنی نگاه کن الان داریم با من کار میکنی یک دو برو خیلی خوشحالم که اینجا تشریف دارین هر چی میخواین بگیم بگیم من دوست داشتم با یه آهنگ ورزش کنم خانم در خدمتتونیم
خواهش میکنم. حال احوالی دارین؟ اول از همه سلام میکنم به همه و حالمون عالیه. عالیه. و اینکه من یه حساب و کتابی هم کردم، دیدم که ما خانوما گویا حدود 3 برابر آقایونیم. در نتیجه من هر چقدرم که بیمزه باشم، من رأی خانوما رو دارم. ممنونم. شما هم بریزی تیم خانوما. سخت ورود. بله. چیزی که خانوما عبدالرزاقی گفتن برای هر چی خودم بیمزه، یعنی هر کی ببازه بیمزه است؟ نه یه کم بیمزه است. هیچی، خیلی خوشحالم در خدمتتونم. خیلی خوشحال شدم که جمعیت زیاده، ولی از یه طرفم ناراحت شدم که گرمه خیلی. و امیدوارم که بتونیم با هم بخندیم، به من بخندین به جای اینکه با هم بخندیم. و این که همین دیگه در خدمتتون هست. خیلی خوشحالم که اینجا تشریف دارین. بسیار بسیار هیجان دارم برای تماشای اجرای هر دو نفر. و قرعه کشی میکنیم که کی اول نمایش رو برای استندآپ خودش رو اجرا کنه. خب خانم شما برده. آقا موزیک هیجان انگیز دومم. کبوتر میشه. هلیکوپتر رزاقی. من کجا باید برم الان؟ شما تشریف برید در اتاق اتاقی که برای شما طراحی شده و اونجا آماده شده، میشینین و اجرای خانم رو تماشا میکنید از اونجا. اینجا بودم میتونستم سمپاشی کنم ولی نه اجازه نمیدونم. ولی من شما رو تشریف بیارین پایین لطفا. خانم با آقا تشریف بیارین پایین لطفا. بیارین پایین. میگیم میریم میایم بریم بیایم. و قبل از اینکه اجرای سرکار خانم عبدالرزاقی رو ببینیم، آماده شدن هر دو نفر رو که گروه دومن رو با هم ببینیم. آماده؟ 1 2 3 خیلی خوش اومدی خانم. متشکرم. سلامت. زود دستگیرم کردی، فکر کردم اون پایین هستین. کلا با دوربین مسئله دارم. آها. استرس میگیرم، دهنم خوش میشه. اعتماد به نفس ندارم. خب پس الان چجوری میبینی جلوی شما؟ با همین بدبختی که میبینی. یه ذره اغراق میکنی دیگه، طنز دیگه. اغراق دیگه به حال جزء کاراکتر منه. از کسی خواستی کمک گرفتین یا مشورت یا مثلا مد؟ والا نه. آقای زندگانی چیزی تقلبی چیزی نرسونده؟ نگفت این کارو بکن یا این کارو نکن؟ نه، یه سری یاداوری بهم کرد که میتونی از این که میگی دلیل عدم اعتماد به نفسم یه سری فلاش بک بزنی از خاطراتی که خودت همیشه تعریف میکنی. و اینا خیلی کمک کرده. این اعتماد به نفس، این شجاعت رو از کجا آوردین؟ چی شد فکر کردی میتونی؟ نه، بدون شجاعت و اعتماد به نفس اومدم. برای اینکه آقای جوان تماس گرفتن گفتن بیا، تلاشمو کردم که فقط کمتر توپخ بزنم، کمتر سوتی بدم و تون 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 بگم که آدم حوصله‌شون سر نره. چندم میشین خانم؟ من همه تلاش خودم میکنم، ولی با توجه به لیستی که ما پیش رو داریم و مسابقه هایی که درگیره، فکر میکنم که حریفا حسابی قدرن. حریفا بدجوری قدرن و من خیلی شانسی ندارم در این زمین. ولی یه ذره باعث بشه که دیگه همه انگیزتون رو جمع کنین و دیگه همه انرژیتون رو بذارین. آره، با همه انرژیم واقعا اومدم. خانم عبدالرزاقی چی بگیم به جای استنداپ کمدی؟ مثلا طنز ایستاده. طنز ایستاده؟ طنز ایستاده. طنز ایستاده. طنز ایستاده. طنز ایستاده، انگار خودش یه خارجی بود. خودش یه واژه است. حالا شاید طنز نه، مثلا یه واژه دیگه به جای طنز، مثلا کمدی، ولی مثلا کمدی ایستاده یا کمدی وایستا. یه چیز بگیم. یه کلمه. کمدی ایستاده. کمدی ایستاده. کمدی ایستاده. خب منتظر کمدی ایستاده شما هستیم. و شما رو تنها میذاریم که به کارتون بسید. ممنونم. من برم
سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خیلی ممنون. آقا من می‌خواستم یه چیزی بهتون بگم. من میدونم که قطعاً یکی از بهترین کمدین‌های ما هست. یه چیزی که هست اینه که من قطعاً رأی خانوما رو دارم. ان شاء الله مختصر. موفق باشی. خواهش می‌کنم. خوب هستین؟ خیلی ممنون مشکرم. آماده برای مبارزه؟ از اون مدل آدمایی هم که شب امتحانم نمیخوندن. آها. بعضیا مثلا شب امتحان میریم ببینیم چی میشه دیگه. نه دیگه به این شدت. نه ولی نمیدونم اونقدر که مثلا دیگه تمرین کنم و اینا امیدوارم که حوصله سربر نباشه. حالا نبردمم. یه ماجرا میخوام تعریف کنم که واقعیه. و یه کتابم دارم که سری اول در خندوانه اومدم یه قسمتی ازش خوندم راجع به آن پارسال. بله بله. آداب معاشرت. چندم میشین آقا؟ 14. 14؟ 13. نه بابا. 12. بیا بابا. 11. 10. 9. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1. دو سه تا از اون حریفای قدری که فهم کنی. حریفای قدر آقای خمسه، آقای مهران غفوریان، آقای جواد رضویان. چی بگیم به جای استنداپ کمدی؟ ایستادن، ایستاده خنداندن. ایستاده خنداندن. ایستاده خندان میخنداند. آنیمانی. ما یه کوچ داریم و تیم دارید خب. آدمه؟ خونه دارید. بله. نخواه خواه مارشی سن مقدم رومیه پیروزی نگیم اینا رو نگیم Oh!
ممنونم. آره آفرین آفرین، همین، مرسی. من در این لیگ خندوانه شرکت کردم و اول از همه به خاطر شما و بیشتر از همه به خاطر خانوما، چون ما خیلی خیلی کمی در این زمینه و تصمیم گرفتم که همونجور که گفتم هر چقدرم که بیمزه باشم حضور داشته باشم. ولی خب توی این تیم قدری که وجود داره من یه خورده احساس عدم اعتماد به نفس میکنم، یه خورده نه خیلی احساس عدم اعتماد به نفس میکنم و کلن احساس زیادی بودن دارم در این جمع. یه خورده فکر کردم چند شب پیش به اینکه من کلن چرا یه همچین احساسی دارم، اینقدر بی‌اعتماد به نفسم، اینقدر احساس میکنم توی این جمع زیادیم، الان اینجا من نباید باشم، اینا همه هنرمندن، من که نیستم، چرا اصلا کلن من همچین احساسی دارم. فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که این برمیگرده به یک روز گرم تابستان که من متولد شدم. اولین مواجهه‌ای که با من اتفاق افتاد در بیمارستان، خالم منو دید توی بیمارستان. ما یه بچه قبل از من به دنیا اومده بود، بعد خیلی بچه ترگ و برگل با مزه قشنگی بود و یه پسر بلان و اینا و کاکلزری اینطوری، بعد من به دنیا اومدم. خالم منو میبینه و میاد پیش مامانم با یه قیافه این مدلی که آروم آروم میخواست حالیش کنه که چه اتفاقی افتاده. خوبه ها، ولی شیشش هر کدوم اندازه یه نلبکیه. خوبه ها، ولی هر چیزش یه طرف رو نگاه میکنه. خوبه ها، ولی لبش دهنش از اینجا شروع میشه تا اینجا. نه 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 نه، ناراحت نباشی، یا ناراحت نباشی، دماغش بد نیست، بد نیست دیگه، شده دیگه. مامان من با یه حال این مدلی که حالا خب دختر من به حال میانی جوجه ورده که زشت بیگناهه، بعدا خوب میشه، بزرگ میشه، خوب میشه اینا. و این تولد من بود، وضعیت تولد من بود و اینا. و در طول اون ماهای اول اینو کسی اصلا حال نداشت از من عکس بگیره. من گفتم عکس چی مثلا، که چی پس بعد این عکس رو باید خودش ببینه، به هر حال چهار نفر میبینن زشته، اصلا ازم عکس نمیگرفتن. توی میرسیم همینطوری اومدم جلو و اینا. توی 3-4 سالگیم هم از بخت بعد یه دختر خاله هم داشتم، مثلا دختر خاله مثلا اون 5 سالش بود، من 3 سالم بود. اون خیلی شیرین بود، بامزه بود اینا. بعد همیشه هم من کنار دست این بودم، سیاست نداشتم که خودم جدا وایسم، اینا همش پشت سر این وای میستادم. بعد من رامسری هم هستم، هم اون موقع هم تو رامسر زندگی میکردیم و اینا. هی توی مراسم جشنا همیشه ما کنار دست همدیگه وایساده بودیم، من یه ذره متمایل به پشت سر این که زیادم من دقیق دیده نشم، چون کماکان جوجه اردک زشت بیگناه باقی مونده بودم. بعد این جلو بود و اینا، هر کی که میومد رد چه غریبه آشنا اینا، تا دختر خاله‌ام میدیدن میگفتن اخته چنده قشنگه، چند قشنگه. بعد من یه ذره خودم رو ارائه میدادم، میادم جلوتر و اینا با این لبخند خیلی خیلی گشاد کردی، اگه من زشتم عوضش خیلی مهربونم. بعد یارو با یه التماسی نگاه میکردم که یعنی منم هستم اینجا. بعد طرف به من نگاه میکرد و اینا، به دختر خاله‌ام نگاه میکرد، مثلا توی مایه بود که اینا با هم فامیلن. بعد به من میگفت تو رو هم بامزه ای. و این رو من موند کلن که بامزه است، بد نیست که، خوبه. کلن این با من بود. من همینطوری بزرگ شدم و اینا، و سعی کردم به اعتماد به نفسم و بالا ببرم، به این فکر کنم که اصلا صورت زیبایی ظاهر هیچ نیست اینا، و همینطور ادامه پیدا کرد و اینا. تا اینکه چند وقت پیش من تماس گرفتم با مامانم، یعنی این یه بخش دیگه‌ایه که باعث میشه من بفهمم چرا من اعتماد به نفس ندارم. تماس گرفتم با مامانم که من خندوانه دعوت شدم، تو رو خدای کمکی به من بکن، من هیچ موضوعی ندارم. عکسی از من نمیگرفتین بچه بودم، مثلا یه چیزی برام خاطره چیزی ایجاد شده باشه و اینو، یه چیزی بهم بگو، یه خاطره چیزی که من برام جالب باشه، بامزه باشه، مردم دوست داشته باشن تعریف کنم.
یه خود فکر کردم اینا گفت آها آره مامان من همیشه اولش میخنده آره میدونم اینو تعریف کن اونو تعریف کن که دختر خالت گم شده بود بعد ما فکر کردیم افتاده تو چاه همه فکر کردن مرده آره واقعا این خاطره که مامان من تعریف کرد اصلا خنده‌دار نبود و خیلی هم دردناک بود بعد از اون طرف من اصلا توی خاطره حضور نداشتم من موقع هنوز متولد نشده بودم گفتم مامان من توی خاطره اصلا نبودم گفت آره راست میگی آره اینو تعریف کن مانلی داداشو تصادف کرده بود پسر خالت اومد برگشت گفت مانلی مرد بعد ما اومدیم دیدیم مانلی نمرده تصادف کرده پاش شکسته گفتم خب من کجای این خاطره بودم گفت وانت آبی بود وانتا رو یادش بود منو یادش نبود تو خاطره و شما میخواید من الان اعتماد به نفس داشته باشم؟ همین چند وقت پیش مثلا یه سی تلوشی یک سال و نیمه پیش خواستم این خانواده خودم و دوستانم و اینا رو تست کنم که بگم که خب من الان بعد از این همه سال و اینا هنوز تصویرشون نسبت به من همون مثلا دختریه که مثلا آخه بومزه است آخه اینا پشت سرشون نگه دارن و اینا هنوز تصویرشون این شکلیه یا نه یه کارتونی داشتم میدیدم اسم رنگو کارتون راجب کم آبی در جهان و خیلی هم کارتون جذابی اگه ندیدین یه کاراکتری توی این کارتون وجود داره به اسم ترجمه شده خانم لوبیا این خانم لوبیا چیزه من کارتونی که دیدم بلافاصله احساس کردم آخی این چقدر شبیه منه بعد به خاطر اینکه اولین تصویری که ازش دیدم که هر چشش یه طرف رو نگاه میکرد منتها طبیعت اون این شکلی بود چون دادم آفتاب پرست مارمولک چیه هر چشش یه بره نگاه میکرد بعد یه چیز دیگه ای که داشت این بود که مدام هی تون 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 حرف میزد و یه ها سکوت میکرد خیره اینطوری کاراکترش هم به نظرم خیلی شبیه بود چون داداش من اصولا معتقده که الیکا از 8 ماهگی شروع کرده به حرف زدن ساکتم نمیشه کلا که البته خدا رو شکر الان یه برادرزاده دارم داتیستر جبران میکنه ها حسابی بعد گفتم که خب این کارتونه رو اینا رو زنگ بزنم به مامانم ببینم دیده نظرش چیه معلومه همچین حرفی بزنم قطعا میگه نه تو چه شباهتی زنگ زدم گفتم مامان کارتون رنگا رو دیدی گفت وای نگو دختره آره عین توه زنگ زدم به برادرم گفتم بوشین کارتون رنگ رو دیگه گفت آخ خودم میخواستم به زنگ بزنم بعد زنگ زدم به دختر خالم اون سعی کرد یه خودوی به من احتمالاً اعتماد به نفس بده منتها یه روش خاصی پیش گرفت گفتم آهی دیدی کارتون رنگ رو گفت آره گفتم به دختره رو دیدی گفت خب گفتم خانم لوبیا گفت خب گفتم دیدی چقدر شبیه منه؟ گفت الیکا تو اینقدر دیگه وحشتناک نیستی دیشب این دیگه آخریشه که دیشب زنگ زدم به برادرم و گفتم من دارم میرم استندآپ کمدی که برام آرزوی موفقیت کنه و بهش گفتم که این اینو میخوام تعریف کنم در سکوت گوش کرد گفت فقط زن ملوان زبل جا انداختی بچه ما میخواییم من اعتماد به نفس داشته باشم واقعا خانم دمتون گرم دستون درد نکنه خدا قوت بارک الله ممنونم و بفرمایید که چقدر از زمانشون مونده 9 دقیقه رفتن آها زمان تو 15 دقیقه است راست 15 دقیقه هر کمدین براش بوق زده میشه و دیگه زمانش تمام میشه 5 دقیقه دیگه داره 6 دقیقه دیگه داریم چیزی لازم دیگه. چیزی نمیخوایم دیگه نه کافی. لازم ندارم خیلی و چطور بود راضی بودین ممنونم تموم خدافظ خدافظ برو بریم
میریم برمیگردیم و اجرای بیژن و بنفشه‌ها رو با هم میبینیم. الان یه بریم با هم نگاه بکنیم که بیژن داشت چه کار میکرد در طول زمانی که خانم عبدالرزاقی اینجا داشتن اجرا میکردن. آماده؟ یک دو سه چه خبره؟ لحظه پر استرس و من اعتراف میدم میخوام روحیه بدم، دارم سکته میکنم. قوی باشی خانم، قوی 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 حتما میبری. خانوما سه نفته برابر آقایونن، امیدوارم اگه ببینن رأی بدن. رأی میدیم. چطور بود؟ انرژی تماشاچی ها فوق‌العاده است و فوق‌العاده مهربون و گرمن و اصلا مهم نیست که خوب بودم یا نه، انرژی فوق‌العاده ازشون گرفتم. راحت شدیم آیا با آره سنگیه نیم با آره من همیشه خیلی ممنون. شما که همیشه عالی هستیم. خواهش میکنم، لطف داریم. بایدوزه خوربونه شما. آقا خاموش هم کردین مهم نیست، اختیار داریم. خب خانم عبدالرزاقی چطور بود؟ اجراتون راضی بودین؟ عالی بود. میشه گفت این بهترین کمدی ایستا شما گفتین؟ من گفتم کمدی ایستاده. کمدی ایستاده تونه؟ کمدی ایستاده فکر کنم بهتره. آره کمدی ایستاده. کدوم؟ ایستاده. کمدی ایستاده تون بود، این بهترینش بود؟ بهترینش بود به خاطر انرژی که تماشاچی داشت میداد. یه بحث خیلی 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 جدی دارم، اونم اینه که شاید به نظر خیلیا این باشه که چرا مثلا من این همه بازیگر کمدی هست که میتونه که تو این برنامه شرکت بکنه، شاید از خیلیا دعوت شده ولی این کار رو انجام ندادن، ولی من اومدم که در واقع که راهی باز بشه واسه اینکه بقیه حضور پیدا بکنن. واسه همین از خانوما خیلی توقع دارم که پشتمون باشن و حمایتمون بکنن و رأی بدن. مسابقه چطوره؟ این لیگ، این مسابقه‌ای که اتفاق افتاده چطوره؟ تا اینجاش که خیلی عالی بوده. مطمئنم که بهتر و بهتر و بهترم میشه. خیلی کار نو جذابیه و فکر می‌کنم که ما خیلی باحالیم و به حمایت مردم خیلی 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 احتیاج داریم. پشتمون باشه. امیدوارم که تو مراحل بعدی هم بدید. ممنونم. ممنون، متشکرم. خدا نگهدار. ما رأی بدید.
جواب داد. بله. سلام عرض می‌کنم. من یه چیزی رو نفهمیدم. بعضی موقع رو صحنه و اینا دیدی مثلا مردم دست می‌زنن، خود اون شخصی هم که رو صحنه است دست می‌زنه، این کار خوبیه یا بدیه؟ بعضی ها میگن خودش رو داره تشویق میکنه، بعضی ها میگن نه مردم رو داره همراهی میکنه. پس شما میگین خوبه. اگه یه ذره دستتو طرفشون بگیری و تشویق کنی، معلوم میشه که منم دارم پاسخ شما رو میدم. اینجوری یعنی؟ خب من یه ماجرای واقعی اتفاق افتاده می‌خواستم براتون تعریف کنم، ولی قبلش باید چون این نقشه اصلی ماجرا. مدال تو دیدیم؟ بله دیدیم. من با این اومدم تو گفتم طلای دادن. دفعه قبل که قرعه کشی بود دوستانی بودن که در قرعه کشی اون موقع بودن الان هم هستن؟ خیر. نه دم در یه آقای اینجا با افتخار اینا رو نصب کردن، آقای عبدی دادن باعث افتخاره. بعد موقعی که اومدیم بریم بیرون یکی وایس دادم در آقا شما مدال تو بده. نه یعنی چی نیست، ما مدال رو باید بگیریم دفعه بعد باید بهتون تحویل. شما کجا؟ اینجوری خلاصه مدال رو ازمون گرفتن با همین برخورد، بعد بهمون پس دادن گفتن نصب بکنی. من گفتم که این سنگینه خیلی، پیرنم فرمش به هم می‌ریزه، سوراخ میشه و از این حرفا. آقای جوان محبت کردن گفتن که دستت بگیر بیاد. خب من میخوام راجع به آقای جمشید صحبت کنم، یکی از فامیلای دور ما هستن، خیلی فامیل دوری هستن، شوهر خالم. اول یه بیوگرافی توضیحات در مورد این شخصیت میدم، بعد اون ماجره رو تعریف میکنم، امیدوارم بامزه باشه. ایشون جمشید خان از اینایی که همیشه دوگمای پیرنشون بازه، مثلا 10 درجه زیر صفره، این تا اینجا یقه بازه. آخه این چیه جمشید جان؟ بعد حدود فکر کنم 10-15 سالم از من بزرگتره. کارمندم هستن، خیلی علاقه من به مجله دانستانی ها از بچگی بود، الان هم هست مثل این که، و مجله دانشمند. شما مثلا میگفتی دستمال کاغذی در سال 42 درست شده، اینجوری شده. مثلا آقای فلان احمدی مثلا رئیسش بود، بعد اینا رو از روی موزامبیک وارد کرد. اینا رو هر چیزی که شما میگفتین این آقای جمشید خان راجبش اطلاعات میدادن. بعد یه دختری هم دارن ایشون که اینم خیلی فامیل دوره، دختر خالم. ایشون تا چند سال پیشا خیلی ترکه‌ای بودن و یه بینی نسبتاً بزرگ نمیشه گفت، ولی خب شاید برای خانم‌ها اذیت کنه، اما من مخالف عمل بینی هستم. میگم که اکثر خانم‌ها، آقایون که اصلاً نباید برن طرف این چیزا به کنار، خانم‌ها هم واقعاً شاید 10%شون مثلا نیاز داشته باشن که بینیشون رو عمل بکنن. مثلا یکی بینیش اینه یوسف صیادیه، اون دیگه مثلا آدم حق میده، مثلا این شاید هیچ وقت خواستگار نیاد براش، یه دختری چای میاره مثلا نمیدونه کجاست. خلاصه ایشون اصلا یه کارای اشتباهی پشت سر هم کرد، دماغ که دیگه اینجوریه، اصلا هیچی نیست، فقط 2 تا سوراخ هست و یه تیکه گوش اینجاش. بعد رفت گونه گذاشت اینجاش، اینجوری زد بیرون، بعد رفت لبا رو تزریق کرد، اینجوری شد. بعد یه سری پوز هم داره واسه عکس گرفتن ها، هر مدتی یه پوزی رو میگیره. الان مثلا یه مدتی عکس میگیره از بغل وای میستاد اینجوری با مولا. یه دونه دیگه هست الان جدیدن انجام میده با خنده، یه لبخند داره، دندونای نیشش معلوم میشه اینجوری. یه مد قدیم ترا بود تا میگفتن عکس بگیریم اینجوری اینوری میشد، کلش هم اینجوری میکرد. این چیه؟ ما عکس گرفتیم خب تموم شد، یه عکس دیگه بگیریم. از این زاویه فکر میکرد مثلا خوشگل تره، منم هی یبوشکی از این زاویه ازش عکس میگرفتم که زایش. اینم دختر آقا جمشید یه خورده یه مشکلایی که داره یه سری آداب معاشرت رو رعایت نمیکنه، برای همین منو اذیت میکنه. یکی از عادتای بدی که داره، سرزده میاد خونه آدم. این سرزده خونه آدم اومدن و من هیچ جوره نمیفهمم. من مثلا برادرم هم میخواد بیاد، غیر ممکنه همینجوری بیاد دم در خونه. آقا یکم رو تلفنم خیلی حساسم، یکی مثلا 5 بار پشت سر هم بگیره اصلا میرم شکایت میکنم، میگم این مزاحمه، اینم بدم میاد. بعد آره سرزده مثلا تو ساعت 10 شب بود نشستم تو خونه، اون موقعی که حالا قبل از اینکه ازدواج کنم خونه پدرم بودم، یا 10 شب زنگ زد، کیه مامان کسی قرار بیاد؟ بابا نه کیه، تو آیفون میدونه، آقا جمشیده.
سرزده دای شب می اومد، میشست و شامی و مامی و میوه و خیلی هم با اینکه لاغر بود علاقه داشت که. اما یه چیزم راجع بینیش بگم، دختر شمال که یه دماغ داره آقا جمشید، انقدر از بچگی به من میگفتش که من فوتبال بازی کردم دماغم شکسته. خب ما دیگه فرق دماغ شکست و دماغ ژنی میفهمیم دیگه. این تو دماغ میشکنه اینجوری قوز پیدا میکنه میاد اینجا، نه مثلا انحراف پیدا میکنه یه جاش کج و کله میشه، اینقدر منظم عقابی نمیشه که. بعد خود ساری یه شب من خونه تنها بودم، دوباره دیدم زنگ میزنم، رفتم پای آقا میدم وای آقا جمشید، گفتم درو باز میکنم، چشم آقا اصلا الان حال و حوصله تو ندارم. یواشکی رفتم لب پنجره، چراغ هم یه تعدادی خوب تو خونه روشن بود، پنجره های سالن هم بود، دیگه کارش نمیشه که. گفتم مثلا از این آدم خودش هی راضی میکنه دیگه، برای دوز روشن گذاشتم، مثلا پنجره هم بازه، یادشون رفته ببندن، کسی نیست. آقا جمشید برو خونه. از بغل پنجره نگاه کنم دیدم نه اینجوری بالا هم داره نگاه میکنه، بازم به خودم دلداری دادم که من ندیده باشه و گفتم خب خدا شکر رفت دیگه. دوباره دیدم زنگ در و این آیفونه اینجوری هم وای میسته، چرا یاد اینجوری وای میسته، صدا میاد دیگه اینجا هم وایسی، هی من اینجای آقا جمشید رو میدیدم. گوه هی زنگ زنگ یادم ای تلفن خونه زنگ زد، تلفن خونه رینگ رینگ چند بار سه بار چهار دوباره میرفتم لبه پنجره میدم، میدم رفته تو پیاده رو اون ور کوچه، دوباره اینجوری بالا رو نگاه میکنه، بابا چی حکم جلب داری؟ نیست چی بدهکارم، برو برو خونه. بدبختی ما این بود که خواهر خانومش خونش نزدیک خونه ما بود، این هر دفعه میمد خانومش رو خونه خواهر خانومش پیاده کنه حوصله‌اش سر میرفت، منم که دو تا گوش مفت بله مفت چای میوه شام خواهش میکنم. و این یکی از خصوصیت های جالبی هم که داره، میشه یه خاله دیگه تو. چی؟ خواهر خانومش میشه یه خاله دیگه تو. آره دیگه. بعد یه چیز خیلی جالبی هم که داشت، تو بعضی از این فامیلا که خورده صمیم‌تر بودیم به جمشید خالیبند معروف بود. خالیاش چه جوری بود؟ مثلا میومد میگفتش که مثلا بنزین گرون شده، من میگفت دیشب رئیس مجلس اسم میگفته، حالا من اسم نمیارم، زنگ زد به رئیس جمهور گفت این بنزین اگه گرون بشه انقدر جا داره، نه نکنیم بکنیم فرق. گفت مثلا اون تلفن شخصی این دوتا مقام عالی رتبه رو تو چجوری فهمیدی؟ یه کارمند ساده یه اداره دولتی هستی. یا مثلا درگوشی آقای مثلا نماینده مجلس فلانی مثلا به رئیس مثلا اون اداره فلان اینجوری اینجوری نرو گفته، همش خالی میبست دیگه. آدم فکر میگه که مثلا این حضور داره یا شنود داره، مثلا همه حرفا رو میشنوه، منم احترام بله نه بابا وای فلان اینا. خلاصه این هی دم به در و اینا، گفتم خب خدا شد دیگه الان خسته میشه میره. بعد همینجوری هی آیفونم روشن میکردم، اینا هم هی خاموش میشه دیگه، هی روشن میکردم، یادم اول رفتم دم پنجره یادم دوید، گفتم چرا دوید، دویدم طرف آیفون واسه میگم وای یکی از همسایه داره میره بیرون، این اومد تو به زور داری میای تو، یعنی چی؟ هیچی اومد. گفتم وای خدای چی کار کنم اینا، منتظر شدم فهمیدم با آسانسور رفتم پای این چشمی چیزا هست مهذب نشون میده، پشت داد دیدم بله در آسانسور باز شده، آقا اومدم تو اینجوری مچ میخوای بگیری؟ دیدم اومد و یه ذره اینجوری، من حالا دارم از چشمی میبینم اشاره، اومد اینجوری، این عین واقعیت دیدم اینجوری کرد. دوباره اون صحنه رو من از نزدیک دفرمه دیدم با همون یقه بازه و اینا، دیدم اومد عقب و یه ذره اینجوری کرد و زنگ زد، زنگ در رو زد دیدیم. حالا این وسط هی چراغم خاموش میشه از این چشمی داراست، دوباره من یواشکی اینجوری دمپایی هم در آورده بودم که صدا نداری میرفتم، گفتم رفت نه، یا میدم مثلا یا روشن شد دیدم کلید تو گوششه داره آشکار. بعد اصلا گفتم جمشید جان این در خونه ما بود، این در واحد بغلی، این دوتا در نزدیک هم بود، تو تاریکی وای میسی این همسایه بغلی یهو درو باز کنه تو رو ببینه که اصلا سکته میکنه، میگه یه آدم سیبیلو تو تاریکی اینجوری وایستاده چی کار داری آخه؟ خب اگه مهمونی که برو تو، نیست خدافظ برو سرتون رو درد نیارم. همینجوری وایستاد، باز هی خونه ثابت رو میگرفت، هی درو میزد، هی یواشکی میاد گوش میکرد و خلاصه خسته شد و رفت. شب بابا اینا اومدن و اینا، بابا گفتش که خونه نبودی تو؟ تو؟ گفتم چرا خونه بودم. گفت چرا جمشید اومده بود درو باز نکردی؟ گفتم چطور؟ گفت هیچی، از اونجا به من زنگ زد موبایلم، گفت شما مگه نگفتی بیژن خونه است؟ من رفتم یه سلام علیکی حال احوالی بکنم، هر چی زنگ زدم هر چی، یعنی اینم آبرو ما رو برد که اون دیگه اگه یه ذره هم شک داشت مطمئن شد که من خونه بودم. همین اگه وقت دارم می‌خواستم یه چیزایی در مورد آداب مسافرت رفتن براتون بگم. وقت دارم؟ وقت دارید؟ سری اول چقدر وقت دارید؟ از 15 دقیقه‌اش
4 دقیقه. هر جاش بود بهم بگین دیگه. سری اول خندبانه اگه دیده بودین، من یه کتاب کوچیک آوردم آداب معاشرت که آقای جوان یه تیکه‌هاشو انتخاب می‌کرد، بعد منم اگه خاطره مشابهی با اون داشتم یا اتفاقی با ماجرایی با اون داشتم براتون برای دوستان و بیننده‌ها می‌خوندم. این کتاب تو وسط ها رسید دیگه، فرمت کار من عوض شد و آقای جوان گفت پانتومیم اجرا کنیم. همیشه خوشبختانه برنامه خندبانه جز معدود برنامه‌ای که همش دنبال تنوعه، یعنی به یه چیزی بسنده نمی‌کنه. الانم که خیلی تماشاچی داره، هی تو فکرشه که هی تغییر بده، هی جذابیتش بره بالا. قسمت آداب مسافرت کردن رو براتون انتخاب کردم. اولش نوشته که بسیار از مردم برای فرار از آلودگی و هیاهوی شهر به حومه شهر پناه میبرن یا میرن مسافرت، ولی مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که همه با هم انجام میدن. مثلا 15 روز عید تهران هیچی، همه مگس میکشن، همه شمال توی جاده، 8 خط توت خاکی، 7 خط انحراف، همه با هم. همین هوای آلوده و شلوغی رو برمیداریم میبریم شمال. چه خوبه که مثلا تنظیم بکنیم یه جوری که همه با هم نریم شمال، همه با هم مشهد، همه با هم شیراز. آمادگی سفر خیلی مهمه. آدم خوبه که یادداشت بکنه. من خودم این کارو میکنم که چه چیزایی لازم داریم چه چیزایی لازم نداریم، که آدم یادش نره. بعد میریم مثلا ناخونگیر نیاوردم، مثلا خمیر دندون نیاوردم. توی ترن و هواپیما یه چیزی که خیلی مهمه دستشویی رفتنه. دیدین که بعضیا میرن مثلا 2 ساعت پروازه، این عین 2 ساعت اون توه. بعد من نمیدونم یه جای انقدی، دیدین که مثلا در رو باز میکنی اینجوری، در رو اینجوری میبندی میخوای بشینی. پیرن هم اگه پاره شده باشه خسارتشو میگیره. این کسایی که میرن دستشویی اشغال میکنن، مخصوصا توی قطار و هواپیما، حالا جای دیگه هم همینطور، به فکر بقیه نیستین. شاید یکی واقعا فوری باید بره دستاشو بشوره، نمیتونه دیگه این چرکیه دستشو تحمل کنه. چرا به فکر اون بنده خدا نیستین؟ تو هواپیما هم که 6 تا دستشویی نداره که، بیا بیرون از اونجا جمشید آقا. یه چیز دیگه تو این کتاب نوشته که از پرسنل هتل، قطار، هواپیما اینا تشکر بکنین. گناه دارن، باید بگین خسته نباشید، نه ارث بابامونو که ازشون نمیخوایم. بعد یه چیز دیگه، یه بار دیگه با همین آقا جمشید رفته بودیم مسافرت، من نشستم اون تو من بشینم لب پنجره. ما هم گفتیم بزرگتره، خب بشین لب پنجره. خب همه دوست دارن بشینن لب پنجره. بله، از کوچیک بگی تا بازو بیرونو ببینه، بالو ببینه، هوا آسمون شهر فلان. تا نشست دیدم اینو داد پایین، دیدی که داد صندلیش هم که داد عقب تا اینجا خورد تو پای عقبی، و قبل از اینکه اصلا تیکاف بکنه بره بالا اینو داد. من گفتم پنجره میخواستم ببینم بیرونو بال. خب بشین این ور تو که میخوای بخوابی، تا آخر سفرم خواب بود. اساسیه زیاد و سنگین نباید ببریم توی مسافرت، باید روی خودمون حساب بکنیم نه به بقیه، که بتونیم راحت حملش کنیم. آداب اقامت در هتل هم خیلی مهمه. یکی از دوستانی که تو این 16 نفر هستن، من خودم به چشم دیدم پرده هتل رو چیکار کرد، موکتش رو چیکار کرد، نمیدونم. امیدوارم حسرتون سر نرفته باشه. من از بچگی به میگن دست با چلوفتی، برای همینه میگیرن ازش دم در. سالم بمونه لاغر، هر دفعه میگن تحویلتون بدن. هنو خانم میگه آخش گفتی دست با چلوفتی، خیالم راحت شد. ایشون هم باید صحبتهایی راجع بنده بفرمایند. بله بله. مرسی از شما. یاسمین چطوره؟ خوبه. مرسی. خوبه؟ داره بزرگ میشه؟ آره دیگه. یه بار بیاریش. چش. میخواستم بیارم، گفتم میگین تقلبه. آها، یعنی که آره. بعد حتی به یه چیز دیگه هم فکر کردم، مثلا دارم داشتم بیرون به بچه هم بگم، گفتم مثلا شاید یه چیزایی برای من بامزه باشه، مثلا یه کلمه هایی رو یه جور مثلا به آتش نشانی میگه آتش شیشیش.
اون مثلا میگه من ضعف میکنم ولی شاید برای مردم جذاب نباشه، من چون که شخصیتشو میشناسم، دخترم، هر کاری می اینو سوسکه که میگفت بچه‌ش میام قربونه دست و پای بلوری، گفتم شاید اون حالت بشه، ولی حالا شاید هم آوردم نمیدونم. آره بکن این کارو، خیلی هم خوشحال میشیم. خیلی ممنون از شما. خب بیژن چطور بود؟ الکی؟ حالا دیگه تو هم دیگه رای بدید به خانم عبدالرزاقی و بیژن عزیز، ببینیم کدومشون به مرحله بعد راه پیدا کنن. به نظرت میری بالا یا نمیری؟ نمیدونم. خدافظ. خب بریم برگردیم، بین رفت و برگشتمون هم ببینیم که خانم عبدالرزاقی اجرای بیژن رو تماشا میکرد. مطمئنم مال تو بود، چون همه رعایت کردن و خاموش کردن. موبایلش روشن بود، آلارمش البته. نه بهت خبر داد چیکار کنی؟ خبر داد چیکار کنی؟ الان باید چیکار کنی؟ الان باید خواب پاشه. باید بیدار شه. ببینیم که خانم عبدالرزاقی داشتن اجرای بیژن رو تماشا میکردن چه گذشته و بیژن هم نظرش چی بوده. یک دو سه بیژن. ما آماده ایم. استرس. بریم برای ضبط. پشت صحنه سکوت لطفاً. ضبط میشه. بچه ها با انرژی. به به خانم عبدالرزاقی. خب ببینیم رقیب چی کار میکنه. بله اینقدر انرژی تماشا چی ها بالا که دانست خوکا تو خونه خودش داره اجرا میکنه برای پک و فامیل. خیلی خوبه. شروع شد. دیدین چه فرقی ها میرن مثلا دو ساعت پروازه این عین دو ساعت اونجا. من نمیدونم یه جای انقدی خطه نباشیم. خطه نباشیم. چطور بود؟ خیلی بد بود؟ والا ما که حواسه همه دوربین بود. بریم پیش خانم عبدالرزاقی که شما رو دید. خیلی خوب بود. کاراکتر جمشید رو دادن. خب آقای بنفشه خسته نباشین. خسته نباشین. اجرای خیلی خوبی داشتین. نه بابا. و خودتون راضی از اجراتون؟ این بهترین ایستاده بخندین؟ اسمشو این گذاشتین؟ ایستاده بخندون. ساجد بخندون. میخندونه. آره این بهترینش بود؟ آره تو کارهای خودم. آره. آقای جواد فرامی تهیه کننده گفتن آره بهترین بود. بعضی که اینجوری بودن. از آر تاخته. خب. بعضی هم میزن اینجوری بودن. بعضی دیگه؟ یکی دوتا اینجوری.
بعد بر هم فکر کنم نمیدونم یه چیزایی هم یادم رفت بگم و چیزی بود که یادتون رفت بعد بله غیر از این که اصلا اون چیزی که یادش کرده بودم راجع به آداب مصاحبت کردن یادم رفت یعنی زمان نذاشت که با آخر برسیم یه دو سه تا نکته هم یادم رفت بگم که اون شب تو دفعه‌های بعدی اونا رو بگنجانم به مردم مگه می‌خواید رو به دوربین چیزی بگین نه ممنون رأی بدین لطفاً من نیاز دارم به رأیشون خواهش می‌کنم آره با حرارت تر مردم و قشنگ خواهش میکنم آره. من به دعیه شما نیاز دارم شما میری بالا یا خانم عبورت داری نمیدونم امیدوارم من برم بالا دیگه آره آره و بری بری تا فینال ایشالله نه دیگه سفوا نه دیگه حداقل چهارم اما اول آدم حذف بشه نه اتفاقی نفته هدفم فقط برد و باخته هیچ هدف دیگه ای ما نداریم آره بازی جوان مردان اینا هم نیست نه یا میبریم یا میبازیم بعد شاد کردن مردم نمیدونم کاری نداری دیگه نه مخلص بریم بخواییم آواز سرود آخر بخونیم که رفاقت رو ایلا یک بار دیگه فقط یادآوری میکنم که دوستان گروه دو یعنی خانم عبدالرزاقی و آقای بنفشه‌خواه رو میتونید در 780 در گزینه خندوانه و در گزینه خنداننده برتر به تشویق اونجا اسما رو انتخاب بکنید به کمدین محبوبتون رأی بدین تا پنجشنبه دیگه وقت دارید که رأی بدین و ما موقع اعلام میکنیم که از دو گروهی که با هم رقابت بسیار بسیار دوستانه و گر میکردن کی بالا میره به مرحله بعدی میره تو 780 میرن رای میدن آره بعد اونجا میشه حتی آنلاین هم دید تعداد رای ها رو سقوطمونو روحیه داشته باش خب خانم یاسمن اعتمادی بلنشین لطفا تشکر کنی استر گرافیک و نقاشی باحال برای ما کار کردن فرستادن خندوانه جناب خان خندوانه محمد بهرانی رامبو جناب خان چیکار بفهمید خان ما نکشیدن نخیر رامبو خیلی زشت یکی از یکی زشت‌تر قربانت ستاره بچینی بوس بوس خیلی زشت آخه اینم زشت حرف ایشونو گوش نکنم آمین ایشون کشیدن؟ بله خیلی قشنگه خیلی ممنون خیلی هم خط قشنگی و این هم که خندوانه یعنی بخند خندوان بله بله یک روبه سکه از طرف برنامه به ایشون اهدا نمیشه ما خیلی باحالیم خندوانه ما خیلی باحالیم خیلی سیاه نارگیل، عقابه نارگیل تموم خیلی ممنونی ما این حرکت بسیار جذاب رو طراحی کردیم و رفقای بسیار عزیز و همکارای بسیار محترم من کمدین‌های درجه یک مملکتمون کنار ما واستادن و این جریان یک جریان خیلی خوب ملیه که ما برای شادی مردم عزیز ایران کنار همدیگه رقابت میکنیم برای اینکه شادی رو افزایش بدیم و در این حال هممون باید بهشون احترام بذاریم چون کمک میکنن که حال هممون بهتر بشه علل خصوص بنده در طول هفته مهمونامون جملاتی رو کامل کردن با هم یه دور ببینیم برگردیم بعد میخواییم آواز بخونیم بریم بیاییم دوستا این جملات رو کامل کن خندوانه سرزم میدونی که مسخره میکنه مدام دیگه از این وقت میخوام این جملات رو نپرسم آره
لوس شد؟ نه ای بابا. خب چیه؟ خب چرا میخوای نپرسی؟ شاه حسینی بچرخون اینو. آقا نه نه بیا شد جناب خان بگو. نه خندوانه یعنی دیدی انقدر این کارو کردی همه هم یاد گرفتن دارن این چه برنامه این چیزا تو چه خیلی قابل میام براتا بفرمایی نه میام براتا نه یو قابل خندوانه تولده مهر درونیه خندوانه تولده خنده است چقدر زیبا چقدر خلاقانه چقدر دور از ذهن چقدر دور از ذهن چقدر بدی خندوانه تولده خنده است خندوانه سرزمینه شادی ها خیلی کلیشه است خب هر دیگه خودت میدونی من که نگفتم کلیشه بگو خندوانه سرزمینه خنده است تراوت و شادکامی سرزمین شادی ها آفرین خندوانه دشمنه اینه من فکرم اون اینه که سه چهار تا کلمه بی ربط میگی میگی اینا رو جمعه بسار اونو دیگه نمیپرسم آره این که لوسه واقعا شاه حسینی بچرخ نه 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 بیا اونو بپرس اینو دیگه هم نپرس از کسی دشمن خیلی چیزا هست کدومشو بگم غم بگو ببینم خندوانه دشمنه غم است خب آخه خیلی تابلوه خب از تو یه ذره خلاقیت به خرج بده من ندارم من اگه خلاقیت داشتم که چی؟ الان جای جناب خان بودم آره اون خیلی خلاقه همه با هم بگین وی وی چه وی گفت این دشمن غم و فلان اینا که همه هست آره دشمن دورنگی دشمن دورنگی آفه چقدر بکنی خندوانه نشانه شخصیت شما مثل ارائه بلیت میمونه خندوانه به نظرم شروع یه زمان در کنار هم بودن خانواده ها هم هست شبها خندوانه نشانه پاکیزگی سلامت روح و روان چی میگه؟ نشانه پاکیزگی مگه پودر لباس شوییه؟ خندوانه نشانه عدم افسردگی در جامعه است. سلامت روح و روان سلامت روح و روان همینطوره خندوانه از جنس تقلبی استفاده میکنه نه چیز پی دی اف چیه اینا؟ ام دی اف آره خندوانه از جنس ام دی خلاقیت من در همین حد عالی بود تو الان که عالی بودی از جنس مخمل مخمل بله چه قشنگ خندوانه طعم طعم شیرین هندوانه میگه میشه نپرسی نه طعم هندونه عالی عالی نظیر بود حساب خندوانه هر روز خالی و خالی تر میشه جاریه اخی من فکرم پس انداز تو الان با خداست حساب خندوانه پاک است سرمایه خندوانه تموم کن آی من چه کار سختیه سرمایه خندوانه مجریشه و جناب خانه لبخند مردم لبخند مردم اگه فقط میگفتی جناب خانه شاید قشنگتر میگفتی نه یهود میدونی تو زاویه دیدم اول رامبود اومد آخه ببخشید زاویه دیده تو باید عوض کن خندوانه فصل تابستان همیشه بهار است جای خندوانه اینجاست جای خندوانه کنج گرم خونه ها کنج گرم خونه ها خلاقانه بودی این یکم خیلی خلاقانه آره فکر کنم 20 نفری بودی که اینو گفتی خندوانه یعنی همه همینو میگه خندوانه یعنی بگین بالاخره گفت این خندوانه یعنی و بالاخره گفت خندوانه یعنی آره یعنی برگشت به کودکی خندوانه چراغه خندوانه چراغ اضافی رو خاموش کنید خوبه دلهای ایرانیان است با لبخند میشه با لبخند میشه به تمام رویاها رسید از دنیای کثیف انتقام گرفت شعار خندوانه شادی برای همه
یعنی دو سال آدم فکر میکرد به این جمله نمیرسید. شعار خندوانه شادی برای همه، چقدر قشنگ، چقدر دور از ذهن واقعا. به نظرم یه داری شیطنت میکنی. نه بابا چی عزیز من. خیلی ممنونم. تموم شد؟ بله. خدا رو 100,000 مرتبه. حواستون به من باشه، یه نکته خیلی جذاب میخوام بگم، گفتیم ولی دوباره میخوام بگم. ما دوم شهریور اعلام کردیم که مسابقه کتابخانی بخون و ببر، یه جایزه باحال ببر که توضیح میدم، شروع شده. درسته؟ گفتیم تا دو هفته، یعنی میشه 16. ثبت نام بکنید سریع، برین توی 780 در خندوانه در مسابقه کتابخونی بخون و ببر، اونجا ثبت نام بکنین و بعد اون وقت اعلام بکنید. اگر کتاب‌هایی که الان بهتون میگم رو ندارین، که اولیش هست جام جهانی در جوادی نوشته آقای داوود امیریان و بعدیش هست یک عاشقانه آرام نوشته آقای نادر ابراهیمی، این دوتا کتاب در مسابقه است، بعد اینها رو یکیش رو انتخاب بکنین و بعد در مسابقه شرکت بکنین. دو هفته وقت دارین، یعنی تا 16، از دوم دو هفته، دوم تا 16 وقت دارین، زمان داره میره. به جنبی ثبت نام بکنید. و اگه این دوتا کتاب رو ندارین، ممکن تو کتابخونتون داشته باشین، از دوستتون بگین، یا کتاب فروشی دم محل یا سر راه کار و فلان و اینا، یا اینکه کتابخونه محل ممکن داشته باشن. اگر نداشتن، از هیچ طریقی نتونستین به دست بیارین، از طریق همین 780 که خدمتتون عرض می‌کنم، همونجا وجود داره که شما میتونید نسخه الکترونیک پی دی افش رو بگید که اون رو می‌خوام، یا نسخه فیزیکی کتاب رو. نسخه فیزیکی کتاب بهتون گفته میشه که اگر دورترین جا نسبت به تهران باشین 4 روز طول میکشه، اگر در تهران یا شهرهای نزدیک به تهران باشین 48 ساعت نهایتاً طول میکشه کتاب به دستتون برسه. قیمت پشت جلد کتاب رو باید پرداخت بکنید، ولی هزینه ارسال ازتون گرفته نمیشه. به علاوه این که نسخه پی دی اف یا الکترونیکش هم لینکش براتون ارسال میشه که باز باید هزینه بکنید تا نسخه پی دی اف یا الکترونیکش رو دانلود بکنید و در اختیار خودتون بگیرید بخونید. از 10 سوال‌ها در تلفن 6424 که اونجا هم رایگان خواهد بود، بدونید برای این مسابقه شما هزینه غیر از هزینه خود خرید کتاب رو قرار نیست هیچ کار دیگه بکنید. نسخه چقدر اینا رو همینج گرفتم موندم. بیا بدونید که رایگان میرین تو 6424، سوالا میاد اونجا باید جواب بدین. به علاوه این که توی 780 هم سوالا میاد، اونجا هم میتونین جواب بدین. در آخر، یعنی در روز 16 شهریور، کسایی که بالاترین امتیازها رو به دست آوردن، ما 13 نفرشون به شکل قرعه کشی انتخاب میکنیم
تشریف میارن در استودیو، روزی که اعلام میکنیم تشریف میارن توی استودیو، اینجا با یه هیئت داوری داوری میشن، سوالها رو میپرسن، خیلی هم جزئیات باید بدونن، باید کتابو انقدر دقیق خونده باشین که سوالهای پیچیده و سخت دیگه خواهد شد ازتون پرسیده میشه. و اون وقت جواب که دادین، نفر اول که بالاترین امتیاز رو تو استودیو بگیره 20 میلیون تومان جایزه میگیره، نفر دوم 15 میلیون تومان، نفر سوم 10 میلیون تومان، 10 نفر دیگه هر کدوم 2 میلیون تومان جایزه نقدی میگیرن. بدوین، زمان نداریم، ببینم چی کار میکنیم، میترکونیم، شک ندارم، بریم بیاییم، 1 2 3 بریم بیاییم. آماده میخواییم آواز بخونیم؟ همه با هم 1 2 3 4 برو. 1 2 3 4 میگن خنده زبان زمان آریاییانه، پس از همان دوران بوده پخش میشده خندوانه. مردم عزیز ایران که الان به احترامشون ایستادیم، لطفاً یک آرزو بکنیم. آرزوی سلامتی میکنم، دل خوش، احساس خوشبختی و لب خندون تا همیشه. الهی آمین. آرزوی سیل، زلزله، جنگ، وبا نمیکنم، سلامتی و خوشبختی و بهروزی و موفقیت و مالی و معنوی. الهی آمین. ما هم مثل همیشه درجه یک باشین، بخندین، سلامت باشین، خوشحال باشین، به قول خانم احساس و خوشبختی و
هر روز بهتر از دیروز باشین و کیفشو ببرین. دوستتون داریم، قربونتونم میرم و خداحافظتون. یک دو سه شادی، یک دو سه چهار. یه روز یه مرد تنها و خسته گفت دیگه پاشو پسته بسته. گفتم چطور تو این وضعیت؟ گفت بی خیال بیا با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بازار یا سر کار، زیر بارون، تو صفه نون، تو خیابون، تو بیابون، تو زمستون یا تابستون. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. خند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند.